ابزار بعدی که وجود داره مجموعی از ابزارهای هیلینگ هست، هیلینگ براش ها، که این ابزار که اینجا میبینیم چند تا از اونها وجود داره و امروز ما تعدادی که اساسی تر هستن رو مورد بررسی قرار میدیم، اسپات هیلینگ براش هست که گزینه اول این ابزارها رو تشکیل داده. کاربرد این ابزارها بیشتر برای مواردی هست که ما میخوایم روتوش یا ریتاچ انجام بدیم و یا اینکه میخوایم یک تصویری رو صاف کنیم، یک اختلال هایی که در تصویر وجود داره، مثلا مثل تیکه های ترک خورده یا قدیمی یک تصویر، جوش ها، لکه ها و یا هر چیز اضافی که روی تصویر وجود داره و ما میخوایم اونا رو به شکلی کاملا حرفه‌ای از بین ببریم که کاملا طبیعی در بیاد و مشخص نباشه که ما تغییری در تصویر اعمال کردیم، از ابزارهای هیلینگ استفاده میکنیم، براش های هیلینگ. به عنوان مثال در این تصویری که ما داریم، زوم میکنم در کادرمون که تصویر رو از نزدیکتر بیاریم، ابزار هیلینگ رو انتخاب میکنم و گزینه اول که اسپات هیلینگ براش هست. این ابزار یعنی نمونه اول ابزارهای هیلینگ کاربردش به این شکل هستش که الان میبینید من بخوام هر ابزاری رو استفاده کنم روی این تصویر، یک علامت ممنوع وجود داره. دلیلش این هست که تصویر ما درون فرم وجود داره و ما از قبل یک فرم تعیین کردیم واسه اون، به خاطر همین اجازه رو به ما نمیده مگر اینکه یک بار کلیک کنیم، اروری که میاد رو اوکی بدیم و بعد اجازه به ما داده میشه که هر تغییری رو روی اون اعمال کنیم. اما کار ابزار هیلینگ چی هست؟ نمونه اول این ابزار کاربردش این هست که ما بدون اینکه از قسمت دیگری نمونه‌ای برداریم و بخوایم در جای جدیدی اعمال کنیم، خود ابزار اسپات هیلینگ براش رو روی نقطه هایی که میخوایم تغییر روش اعمال شه کلیک میکنیم. ببین من الان روی این قسمت جوش یه مقدار بیشتر زوم کنم که شما متوجه شید کاملا. این ابزار رو میارم، با یک بار کلیک کردن و یا کشیدن میبینید نقطه ها حذف میشن. کار این ابزار به چه شکلی است؟ این ابزار به این شکل کار میکنه که با توجه به پیکسل های اطراف اون قسمتی که ما انتخاب میکنیم بازسازی پیکسل ها رو انجام میده. اما نمونه های بعدی این ابزار که مثلا هیلینگ براش هست، گزینه دوم، کار کردش به این شکل است که ما خودمون باید تعیین کنیم که بازسازی پیکسل ها رو از کجا نمونه برداری کنه و انتخاب کنیم. با گزینه آلت باید این کار رو کنیم. گزینه آلت رو میگیرید، وقتی آلت رو گرفتید به شما اجازه میده که از هر کجای تصویر که علاقه دارید پیکسل هایی رو به عنوان نمونه انتخاب کنید. من این قسمت رو انتخاب میکنم که نزدیک ترین قسمت به پیکسلی هست که میخوام تغییرات روش اعمال کنم. بهترین کار همین است که هر قسمتی رو که ما میخواییم تغییر بدیم، نمونه های مشابه اون رو با گزینه Alt از اطراف خود اون پیکسل برداریم. من از اینجا Alt رو میزنم، کلیک میکنم و بعد میبینید دیگه الان اون قسمت انتخاب شده و من وقتی روی جوش اونو اعمال میکنم از اون قسمت برمیداره و روی این اعمال میکنه. برای این نمونه هم میبینید از اینجا قسمتی رو نمونه برداری میکنم و کلیک میکنم، باز قسمتی رو نمونه برداری میکنم و کلیک میکنم. میبینید در این قسمت ما با این ابزار کار کردیم، یک سیاهی به وجود اومد و اون جوشی که میخواستیم پاک شه به درستی پاک نشد، چون نمونه ای که برداشتیم از اطرافش از یک نمونه ای که پیکسل های تیره رنگ وجود داشت این کارو کردیم. حالا این بار از این ور من نمونه برداری میکنم، ببینید دیگه اون مشکل وجود نداره. پس در استفاده از این ابزار به این نکته توجه داشته باشید که بهترین حالت زمانی اتفاق میفته که ما از مکانهای مناسبی نمونه برداری کنیم، مکانهایی که از نظر نور و رنگ بیشترین شباهت رو دارن به قسمتی که ما میخواییم تغییرات روشون اعمال کنیم.
پس گزینه اول بدون نیاز به اینکه ما نمونه برداری کنیم مورد استفاده قرار می گرفت و خودش به صورت اسمارت و با هوش مصنوعی که داره تغییرات رو اعمال میکنه. گزینه دوم برای حالتی بود که ما از طریق کلید Alt نمونه هایی رو از اطراف برداریم و با توجه به اون نمونه ها تغییرات رو اعمال کنیم. میبینید به این شکل که برمیداشتیم و تغییرات رو اعمال میکردیم. اما ابزار بعدی که در این خانواده قرار میگیره ابزار پچ تول هستش. ابزار پچ تول کارش به این شکله که عیناً نمونه ای رو که ما انتخاب کردیم رو جایگزین میکنه با قسمتی که سلکت شده. یعنی اگه در ابزار قبلی نمونه ای رو انتخاب میکردیم در هیلینگ براش و تغییرات رو با توجه به اون نمونه خودش اعمال میکرد، اما یک محو شدگی رو در مرزها ایجاد میکرد، باز هم با استفاده از هوش مصنوعی خودش یه سری تغییرات رو اعمال میکنه هیلینگ براش. اما پچ تول به این شکل نیست. پچ تول عیناً ما یک قسمت رو سلکت میکنیم، مثلا این قسمت رو من سلکت میکنم با پچ تول، یعنی با کلیک کردن و جابجا کردن موس این قسمت با مکانی که ما موس رو جابجا میکنیم جایگزین میشه. یعنی من اینو به سمت چپ میکشم، ببینید یک لایه سلکت جدید هم پیدا شد. لایه سلکت دوم تعیین میکنه که چه قسمتی جایگزین قسمتی که سلکت کرده بودیم بشه. در این حالت هم بهترین گزینه اینه که از اطراف خود اون قسمتی که سلکت کردیم لایه رو انتخاب کنیم که در رنگ ها و نورها مشکلی پیش نیاد. ببینید من این قسمت رو جایگزین میکنم، به زیبایی هر چه تمامتر اون جوش حذف شد. باز هم ببینید با پچ تول به این شکل این قسمت رو سلکت میکنم، جا به جا میکنم و از اینجا نمونه ای رو برمیدارم، عیناً اون نمونه قرار گرفت در اون قسمت. پس نور و رنگ رو مد نظر بگیرید. حرفه‌ای ترین کاری که شما باید در هنگام استفاده از این ابزارها کنید اینه که در این نمونه برداری ها دقت کنید، یعنی شبیه ترین نمونه رو از نظر رنگ و نور انتخاب کنید برای تغییری که میخواید اعمال کنید. به این شکل میبینید که به راحتی قسمت های روی صورت رو که میخواستیم از بین ببریم از بین رفتند و استفاده از این ابزارها رو فهمیدیم. اما گزینه هایی که در قسمت های بالا وجود داره، ابزار اسپاتلینگ که گزینه اول این مجموعه ابزارها بود در بخش بالایی خودش گزینه‌ای رو داره اینجا که برای تعیین اندازه براش ما هستش. به عنوان مثال من این گزینه رو تغییر بدم، الان سایز ما روی 10 هست، میذارم روی 100، میبینید براش چقدر سایزش بزرگتر شد. با تغییر سایز براش ما تغییر میکنه. گزینه دومی که داره هاردنس هست. هاردنس وظیفش اینه که مرزهای براش ما رو تعیین میکنه که به صورت شارپ باشن، یعنی به صورت حالت تیز باشن، یا اینکه محو شدگی در اون وجود داشته باشه و به خورد لایه های قبلی بره. هاردنس رو واسه اینکه بیشتر متوجه شید من اینجا یک نمونه رو اعمال میکنم. ببینید اگه من هاردنس رو روی مقدار بالا بذارم بیشتر و بیشتر شارپ میشه که روی حالت صدش دیگه کاملا به مرز شارپ شدگی میرسه و مرز کاملا به صورت خطی و تیز تعیین میشه. ببینید تغییر رو که من اینجا اعمال میکنم اگه توجه داشته باشید اطرافش اون حالت دایره مشخصه، چون هاردنس هم روی 100 قرار داره و اون مرز اطرافش مشخصه. اما هاردنس رو اگر پایین بیارم میبینید اصلا مشخص نیست، چون یک محو شدگی به وجود میاد. برای اینکه بیشتر بفهمید من هاردنس رو روی ابزار براش به شما توضیح میدم. شما در نظر داشته باشید که من اینجا با رنگ سفید میخوام یک نقطه ای رو بکشم اما با هاردنس 0. میبینید که این نقطه محو شدگی داره و در نهایت با لایه زیرین به هم پیوستگی به وجود اومده و به
گرفته، خورد هم دیگه رفتن. اما هاردنس رو وقتی روی 100 بذارم مشاهده میکنید که همون نقطه با همون سایز، اما دیگه اون مفشودگی ها وجود نداره و تا نقطه آخر و تا مرز نهایی با همون قدرت رنگ سفیدی که در مرکز وجود داره براش ما انجام شده. حالت میانش رو هم به شما نشون بدم به این شکل هستش. کلن کار هاردنس همین هست، یعنی چه توی ابزار براش، چه توی هیلینگ براش ها، توی هر ابزاری هاردنس با کم و زیاد کردنش ما این رو تعیین میکنیم. پس این هم از گزینه هاردنس ما و گزینه های بعدی که وجود داره و بعدا بهش میپردازیم. گزینه مود رو داریم اینجا که حالت های مختلفی داره. مود به ما این امکان رو میده که تعیین کنیم تغییراتی که میخوایم اعمال کنیم روی تصویر به صورت نرمال و 100% اعمال شه، یا به حالت های دیگه که حالت مالتیپلای، اسکرین، دارکن و لایتن رو داره که هر کدوم از این حالت ها حرکت خاصی رو روی تصویر انجام میدن. مثلا در حالت مولتیپلای تغییر رو که ما اعمال میکنیم تغییر اعمال میشه اما به صورت 50%، یعنی تغییر به خورد بکگراند و تصویر اصلی میره، یه جوری با هم دیگه تلفیق میشن. اما در نرمال 100% تغییر اعمال میشه و دیگه تلفیقی وجود نداره. گزینه های بعدی رو هم حالا در آینده به شما آموزش خواهیم داد. در بلندینگ مود ها، مود ها رو که ما کاملا یاد بگیریم، دیگه گزینه مود رو در هر ابزاری ببینیم با کارکردش آشنایی خواهیم داشت. پس اینم از ابزارهای هیلینگ براش که کاربردش رو به شما گفتیم که بیشترین کاربردش در روتوش و ریتاچ تصاویر هست.